برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. خبرگزاری رویترز از گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته که قاچاقچیان متامفتامین در داخل و اطراف افغانستان در سالهای اخیر افزایش یافته است. مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفته افزایش قاچاق متامفتامین در افغانستان و منطقه حاکی از تغییر قابل توجهی در بازار مواد مخدر غیرقانونی است و باید توجه فوری صورت گیرد. طبق این گزارش هم در افغانستان و هم در کشورهای همسایه میزان ضبط این ماده مخدر در سال 2021 میلادی 12 برابر شده است. حتی کشورهای دورتر مانند استرالیا و فرانسه همچنین گزارش هایی دارند. دستگاه مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری یکی از مهره‌های رسانه‌ای سنی‌های تندروی داعش خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق وا، در بیانیه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق آمده، بر اساس دستورات محمد شیا از سودانی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نظارت عبدالوهاب از ساعدی، رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم عراق و طبق اطلاعات دقیق از سوی دستگاه ملی اطلاعات، تروریستی با نام اختصاری ه.ع.ب که اقدام به انتشار فتاوی شرعی سنی‌های تندروی داعش و تشویق به پیوستن به این سازمان تروریستی در داخل و خارج عراق می‌کرد را دستگیر کردند. نظیر عبود فزع معاون وزیر محیط زیست کشور عراق گفت به دنبال سفر هیئت ایرانی به عراق مقرر شد عملیات اجرایی مهار گرد و غبار در 4 استان عراق و 2 استان ایران شروع شود. وی در ادامه افزود امروز موضوع گرد و غبار مورد توجه تمام کشورهای جهان قرار گرفته است و این کنفرانس می تواند کمک بزرگی درباره این مخاطره باشد. معاون وزیر محیط زیست کشور عراق ادامه داد می دانیم که کشور ایران تحت تأثیر طوفان‌های گرد و غبار است و کشور ما نیز همین شرایط را دارد. بیشتر گرد و غبار کشور عراق تحت تأثیر منشأ‌های خارجی است که پس از عراق ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.